ولی اساسا میگم ریالیتی شو با مردم به نظرم جذابتره و درستره. این برنامه، این سری برنامه در همه جای دنیا این شکلی تعریف شده. آقا ببین من حرف... تصور میشه تصور میشه که در واقع هر جای دنیا ساخته میشه با کمی تفاوت به لحاظ ذائقه هر اقلیمی. کجای دنیا برنامه درست میشه؟ غذا خوردن آلپاچینو رو ببینید چی درست میکنه رو گاه. نه برام جالبه، ولی جالبه بدونم مثلا دنیرو خب همین من خوال با چینو دنیرو نیستیم. املت پختن مثلا دنیرو تو نمیزنی نگاه کنی واقعا نمیزنی. من حتما میبینم، من هم حتما اینجوری بازی. انسان‌های اولیه برای ارتباط برقرار کردن دور آتیش می‌شستن، داستان‌های خودشون رو تعریف می‌کردن. اصلا بشر عاشق داستان گوش دادن، داستان این تو اون میاد میگه که نمی‌دونم چی چی دیدم، دایناسور دیدم، اون یه خرس دیدم. ماجرای خودتو تعریف کن، تو ماجرای خودتو تعریف کن، تو تعریف کن. از اون موقع که همه دور آتیش می‌شستن، حالا این برنامه هم اینجوریه با همه بدیاش. من نمی‌خوام دفاع کنم باز. من حرفتو خیلی قبول دارم. من میگم آقا مردم دوست دارن یه ماجرای ژوله غیر از بازی و نویسندگی چیه؟ ماجرای این بازی نکته دیگه‌ای به جو سر اگر میسازه اینه که شاید یه آدمی که به نظرشون الان موفقه بدونن این چی گذرونده و شاید براشون این که این آدم چه مسیر سختی رو گذرونده به اونجا رسیده براشون الهام بخش باشه، مگر اینکه این خاصیت رو داشته باشه میدونی. و حالا قبول کردم حرفتو. من شام ایرانی سری قبلش من بیشترشو دیدم. نه من این سریشو من وقتی که شرکت خواستم بکنم یه چیزشو دیدم. چیکار از این فصل این قسمت که سید جواد هاشمی بود و حامد آهنگی بود و اون وایرال شده بود؟ نه وایرالی نه، نشستم دیدم انقدرم خندیدم. خیلی من خیلی دوستان عزیز ازتون میخوام که حتما وقتی که این ویدیوها رو میبینید وایرالش کنید تا ما چهار نفر جزو پربازدیدترین ویوهای در اینستاگرام دیگه چی کار کنیم براتون دیگه. خودمونم انتقاد کردیم و برنامه‌مونم انتقاد کردیم. فردا چی کار کنیم؟ خودمونو به گن کشیدیم. فردا چی کار کنیم؟